سلام بچه‌ها، ما دوباره برگشتیم. یه ویدیو خفن می‌خوایم واسهتون بگیریم. ریاکت به کی؟ مشکی. دو تا فریستایل جدید داده این 3-4 روزه. البته من خیلی هم چیز اصلا جدید نیست، 3-4 روز پیش اومدم، ولی ما وقت نمی‌کردیم بگیریم. الان یه موقعیت پیدا کردیم که ویدیو یوتیوب بگیریم براتون. گفتم این 3-4 روز رو ویدیو نگرفتیم، ویدیو مشکی رو بگیریم، چون که بچه‌ای که کانال ما رو دنبال می‌کنن اکثرا طرفدار مشکی ان، به خاطر اینکه من با مشکی کار می‌کنم، از طرف پیج مشکی اومدید. ما چی ازتون؟ بوس بوس بای بای. نه نیاش هم یه سلام علیکه باتون کنه. بریم بیایم موزیک رو گوش بدیم. سلام بچه ها، اسم منم نیایشه دیگه، خودتون میدونید. همین دیگه، دو تا فریستایل داده. یکیشون رو من یه دستی بهش کشیدم قبل از پخش، ولی خدایی گوش نکردم. یعنی رنگ و نور واسش تنظیم کردم، ولی گوش ندادم. مثلا چون فقط رنگ و نور بود پلی نکردم، فقط رنگ و نور انجام دادم. گفتم مثلا ریاکت می‌خوایم بریم چیز بشه، ادیتشو انجام. آره، ولی کلیتشو فهمیدم که چیزه، احساسی طور بود، مثلا دل نوش بود. حالا همون چند ثانیه که پلی شد، خیلی دور از انتظار احساسی طور. نه مشکی احساسی قدیم زیاد داشت. خب بریم و بیایم با هم دیگه گوش بدیم. خب فریستایل اول مشکی رو با هم دیگه میبینیم. تو رو نمیدونم، من یکی که رد داده کسخلم، هی گشتم و پیدا نشدش، فردای گم شدم، پر از بای ببدم، یه فاز بد داره کنترم، هر بار رد فومو شنیده ریخته پشمای دکترم. ببین مشکلات ما نداره راه حل، هر رو بیلیتم رزرو تو فقط به گاورم، چاله هامون پر نمیشه، فقط میشه چاله تر، ناموسش گاهیده شده تو ما دیگه کاس زر. نمیدونم آخواد اول همه میگم شلوار امیری پاش خیلی خوشگله. اون یه تیکه ویدیو مثلا توی اینستاگرام خیلی وایرال شده، یارو میره پیش مطب دکتر، میشینه دکتر تش مثلا بدبخت میشه گریه میکنه دکتر، یا سیگار مثلا میگیره میکشه و اینا. دیدی مثلا پسر میره پیش روانپزشک میشینه، روانپزشک منظورم میره میشینن، همون تیکه رو آورده بود میگفت کسخلش در میره دکترم. ولی 3-4 تا چیز دیگه گفتم یادم رفت، فراموشی دارم. ماهی هم باید پاز میذارم. میگه چرا پاز میذاری؟ پاز نمیذارم، یادم میره. خب باوادت رو قوی کن، کندور بخور. کندور نه ربطی داره، من پیدا نشدش، فردای گم شدم، پر از بای ببدم، یه فاز بد داره کنترم، هر بار رد فومو شنیده ریخته پشمای دکترم. آها ریخته پشمای دکترم، اون میشه قبلش بود. تو رو نمیدونم، من یکی که رد داده پست کلم، هی گشتم و پیدا نشدم. این رد داده کلم کلن مشکی خیلی لفظ بازه، خیلی. حتی یه وایسی هم ازش پخش شده بود، زنگ میزد به پیاده، اگه گوش داده باشید اولش مثلا میگفت گونی گونی خاطرتو میخوام. اصلا کلا لفظ بازی زیاد میکنه این رداد کنه، زیاد میگه. خودم هی گشتم و پیدا نشدش، فردای گم شدم، پر از بای ببدم، یه فاز بد داره کنترم، هر بار رفتم و شنیده ریخته پشمای دکترم. ببین مشکلات ما نداره راه حل، هر رو بیلیتم رزرو تو فقط به گاورم، چاله هامون پر نمیشه، فقط میشه چاله تر، ناموسش گاهیده شده تو ما دیگه کاس زبد. نمیدونم آخو آدم ها چه مرگشونه، دستشون خالی ولی تیزی توی حرفشونه، به هر کی حال میدی تهش میخوره ضربه روهت، حجم دروغاشو جر میخوره پرده گوشت. میگه دستشون خالیه ولی تیزی تو زبونشونه، یعنی زبونشون خیلی. آره میگه برکم حال میدی بعدش میاد به خود ضرب میزنه، یعنی همون مثلا میگه اذیتت میکنن با صحبتاشو، یعنی میرن پشت سرت حرف میزنن، این داستانا دیگه اعتماد نکنید، کل بس اینه اعتماد میکنی به گات میرن. اون بیرون داره تبدیل میشه به یه دیوونه خونه، تو روزا چیزایی میبینی شبا میسوزه روحت، کافیه یکی شونه جای زخم چیزی بدونه، میپشه نمک فرو میکنه سیخو به جونت، حتی نمیشه دلخوشی برات خانوادت. رفیق صاحبی بیاد میگه همه چیزتو نباید بگی به همه، جای زخمتو بدونن. تمام. اونا هم یه روز یه جایی میبینی خار پاتن، مخصوصا وقتی دختری رفتارا ظالمانه است، پا تو کچ بزار همه میکنم پاره پارت. خب اگه پسری که تنهایی ها پا به پاتن، دوری از جب خونه تنها راه عاقلان است. همیشه هم حمایت از دخترها رو داره تو موزیکاش، توجه کنی. خب دستتم نمیده آخه خواهی هاشم، در عوض کل احترامش واسه مایه داره است. میدونم مثل منی دیگه ردی دادی، میدونم مثل منی توی دردیگاری، ولی یه قولی به هم بده که مشتی باشی، هر اتفاقی افتاد نبینم کم بیاری. تمام. شدیدن انگیزشی بود مطمئنن کسایی که طرف داره مشکن این ساید مشکی اصلا ندیده بودن. حالا جریده اون که حالا قبل ترا قدیم بودن میشناختن. آره ولی من خوشم اومد چون که دیگه داشت
عمیقا زندگی شخصی خودشون گفت دیگه. همه همینا میگه دختر باشی تو خونه ظالمانه باد رفتار، یعنی میگه تو هر کاری کنی حتی خانواده‌ت هم ممکنه خار و پات بشن، یعنی ممکن سنجرد نظر هم نظر هم عقیده باد نباشن. خود پسرایی که رپ میخونن خیلی بیشتر اینا، چون من با رپرای زیادی گشتم، اونایی که رپ میخونن خیلی بیشتر مثلا خانواده‌هاشون اذیتش میشه. ما یه رفیق داشتیم موزیکش مثلا رادیو جواب پخش میشد، مثلا خیلیات ممکن بگه خب همون که رادیو جواب پخش شده کافیه که چیزش کنه، ولی یکی از دوستام بود که مثلا حتی شهرستان اون که موقع بودیم موزیک ویدیو داد، موزیکش هم باحال بود، رادیو جواب مثلا فری پخشش کرد، حمایتی پخشش کرد، ولی باز خانواده‌اش وقتی پخش میشد مسخره‌اش می‌کرد، میگفتن بیا بیا نگاه کن مثلا فلانی داره رپ میخونه. خیلی از خانواده هستن که اصلا اهمیت نمیدن به اینکه مثلا یه نفر هدف داره، حالا هر هدفی باشه هدف داره و داره واسه هدفش تلاش میکنه، بیشتر سنگ جلو پاش میندازن. بعداش این چیزا رو میگفت دیگه، یعنی خودت تک و تنهایی ولی ناامید نشو، انگیزشی بود کل کار. فریستایل اول با هم دیگه گوش دادیم، فریستایل کاملا انگیزشی بود و خیلی کوتاه بود زمانش. آره تایمش کوتاه بود، ولی یه دونه فریستایل دیگه هم داره، اون یکی هم الان با هم دیگه گوش میدیم، ولی انگیزشی و باحال بود و متفاوت بود، همین که گنگ نبود و دیس نبود به نظر من خیلی خوبه، چون که مشکی چند تا کار آخرش همه، چون که یه تایمی که تو بیف بود بعد از بیفش هم دوباره یکی دو تا گنگ پخش کرد. خب بریم هم دیگه گوش بدیم فریستایل دومو. چه فلو عجیب غریبی داره، چه ریتمیک بود کل موزیکش. چطور میخوای ازم باهات خوب باشم وقتی فانتزیت بزنی پیریسام حالا من نیستم همه چی خوبه ردیف شیواز و سهیل و دوده من ایوالی فسا که میری به چی گفت اینجا؟ اینجا داره میگه میخوای زیبا بشی ولی با لیپو عمل و این داستانا میری پی زیبایی دنبال، من همون چیزی که مثلا میگه نچرال باشی بهتره کل واسه همونه، ولی فلوش خیلی باله، فلو ریپ بیتش آره. برو نمیخوام فانتزیت اینه بزنی تیریسام، فانتزیت اینه بزنی تیریسام، نمیدونم بزن اقل میگه چجوری میخوای من باهات خوب باشم وقتی فانتزیت اینه که تیریسام بزنی. حسن میگه همه رفتارات شبیه بیزی هست، فانتزیت اینه که بزنی تیریسام. باید خوب باشم وقتی فانتزیت بزنی تیریسام حالا من نیستم همه چی خوبه ردیف شیواز و سهیل و دوده من شبا درگیر قرصای عذاب تو هم قرصی خوری پس ندی توده جلوی که کاراشو عقب تونه زندگی بدترم فیلم های سوپر حساب بی اف اول باشید از خانومی تی گوشی من نودش تیجه نشونش داد چی شد؟ به خانومه تو گوشی من نودش نودش نشون داد. خانومه کی؟ خب نه اصلا اولش داشت چیزو دیس میکرد، مثلا من فکر کردم داره اکسشو مثل آشنا دیس میکنه، چون داشت خب مخاطبش دختر بود دیگه. بعد از یه جایی به بعد گفت خانومه تو گوشی من نودش، بذار ببینم یاد مخاطب عوض شد نزن اینو برده کنم الان من نیستم همه چی خوبه ردیف شیواز و سهیل و دوده من شبا درگیر قرصای عذاب تو هم قرصی خوری پس ندی توده جلو که گاراژ و عقب تونه زندگی بس میگه جلو که گاراژ عقب تونه آها آها اینجاشو این یه بیتو نفهمیدیم که یهو فکریم چیزه، میگه خطاب به بی اف حول پاچیدت، یعنی از اینجا به بعدش داره به بی اف میگه گوش بده. جلوی که گاراژو عقب تونه زندگی بدترم فیلم های سوپر حساب بی اف اول پاچید از خانومی تی گوشی من نودش تیجه آو نودش هم رو کرد داره به بی اف به دوست دختر الان دوست دخترش میگه. آره ولی داخل موزیک هوالسباب میگفت اگه اون که کلا با چیز بود با
با چیز بود که میگفت جوان اکسش نبود که نه میگفت جوانی پخش سوپر دافت. آره خب اون که رفتی به اکس خودش نداشت. خب شاید این اکس خودش، یعنی شاید اکس خودش رفته با خودش. بذارید یه بار دیگه گوشه بمیریم چه میگه. خدای کروسش خیلی خفنه، خیلی، یعنی اصلا ریتمیک بودن فلو کروسش رو خیلی دوست دارم. یعنی چیز میشه دیگه در واقع یه کامیسون موزیک احتمالاً. آره خیلی خفن باشه واقعا موزیکش. آره. خیلی متفاوته برای آره. مشکی خروسش خیلی خفن بود و اینکه فکر کنم هم بیت روحی باشه چون سبکش به روحی میخوره، به راستا نمیخوره. آخه میدونم با روحی داره کار میکنه، حس میکنم این بیت روحیه. ولی چون تشت میگم جلقت میاده شیت مگن بابد هارد کر رفیقات شب تا شب میرنگت تو بیتان بود بای بی کنید سویت سای بیدونید مغز زرد جرسته ولی دیگه قلب من شکسته سمتم نیا کل نشخ بدتش بیشتردی عمل زیبایی زیباشی ولی درکی نداشتی از شیش بار اسم عمم آورد زیبایی. آخه ببیست و پیگیر سیایی مالی فسا چه میری پی زیبایی همه رفتارات از این بیزی ها سالا توری و این آدم شیری ها چطور میخوای ازم باید خوب باشم وقتی فانت زیزه بزنی تیلیسان حالا من نیستم همه چی خوبه ردیف شیواز و سهیل و دوده من شبا درگیر قرصای عذاب تو هم قرصی خوری پس ندی توله دودت میگه الان ردیف شیواز و مشروب و نمیدونم چی و دودت من درگیر قرصای اعصاب تو پس ندی توله. طوله با دوده، دوده طوله قافیهش زیاد با لحنش قافیه رو جمع کرد. چرا باید اکستاتون رو از چیز پیدا کنید؟ آقا یه چیزی هم اصلا نه اصلا خیلی هیت داشت میداد به آشنا که تو چرا اکستو دیس کردی؟ تو با دیس اکست اومدی بالا، ولی الان خودش داره همون کار میکنه. حالا رفیق هم درست نیست بگیم ولی خب جلوی گاراژو عقب تونه زندگی بدتر از فیلمای سوپر حساب پی اف اول پاشید از خانومی تی گوشی من میدش تیجه. این به این میگن یه تیر دو نشون. نتیجه اخلاقی داشتی؟ نتیجه اخلاقی این که سعی کنید دوست دختراتون رو از جاهای درست حسابی پیدا کنید که یهو تونل و داف و فلان نشن. ولی خب ما هم دیگه دو تا فریستایل رو گوش دادیم. شخص نظر شخصی من دومی رو بیشتر دوست داشتم به نظر خودم. چرا؟ چون ریتمیک‌تر بود، یعنی اون ذهنیتی که من دارم، من موزیکا رو دوست دارم توی ماشین گوش بدم، دوست دارم بیس داشته باشن، ریتمیک باشن که اون تایمی که دارم موزیک گوش میدم لذت ببرم. موزیک اولی خیلی انگیزشی بود، یعنی با هدفون بعد گوش بدی همش موزیکای انگیزشی که نبود، دلنوشت بود. نه داش میگفت مثلا اگر فلان کردی، اگر رفیقات ولت کردن، اگر خانوادت سنگ جلو رات میندازن، اگر فلان میشه تو کم نیار. اگه اینا رو الان پلی کنم دوباره؟ آره. چون مطمئنم اینو نمیگفت، دل نوش بود داشت میگفت آره زندگی دیگه همینه. خب دستم نمیده آخه خواهیهاشم در عوض کل احترامش واسه مایه داره است میدونم مثل منی دیگه ردی دادی میدونم مثل منی توی یه دردی باری ولی یه بولی به هم ملک که مشتی باشی هر اتفاقی خب باشه تو کلا جمله آخرش گفت مشتی باشی دلنوش بود. خب گوش نمیدی تو قبل از گوش بده الان صبر کن وقتی یه چیزی میذارم تو آخر گوش بده بعد صحبت کن. گوشم تو آخر نه خب تو آخرش اون کلمه آخر رو گوش ندادی دیگه. منی دیگه ردی دادی من توی دردی باری ولی یه بولی به هم ملک که مشتی باشی هر اتفاقی افتاد نبینم چند بیاری. خیلی خب من دارم میگم مثلا 50 ثانیه موزیک جمله بیت آخر میگه سعی کن مشتی باشی. منظور اینه که کل موزیک باز گوش ندادی دوباره. آقا مشتی باشی رو ول کن، داره میگه کم نیاری نه مشتی باشی، سعی کن مشتی باشی هر اتفاقی افتاد کم نیاری. جمله آخر داره میگه کم نیاری بعد تو کل موزیکو میگی یه چیزه. من صحبت نمیکنم چون اگه صحبت کنم 100% دوام میشه و الان ممکنه این دیوار قرمزه به جای این نور خون رو دیوار بپاشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید، دوستتون دارم، ماچی ازتون، بوس بوس، خدا. یا ویدیو قبلی رو ببینید، ویدیو بعدی رو منتظر باشید. بیاید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بوس بوس، بای بای، خدا نگهدار.